پیش از این روزنامه گاردین بریتانیایی به نقل از برخی دیپلمات‌های خارجی مطلب را به نشر رسانیده بود که گویا حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در فکر برهم زدن نظام فعلی بوده و می‌خواهد دوباره به قدرت برسد. این موضوع با واکنش تند دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت نیز مواجه شد. اما به تازگی گزارش‌های منتشر شده که آقای کرزی با تیم همکاران حکومت گذشته‌اش با رئیس جمهور غنی روی این موضوع دیدار کرده است. ما هم چیزی را به ارتباط از این که کدام حرکت براندازانه کسی به ارتباط حکومت وحدت ملی داشته باشه یاد نداریم، چون افغانستان شرایطش به حد خراب است که احتیاج به این داره که حکومت وحدت ملی تقویه شود. آقای کرزی در این دیدار گفته است در فکر دوباره رئیس جمهور شدن افغانستان نیست، اما تاکید کرده در صورت بر ضد نظام فعلی قرار میگیرد که حکومت وحدت ملی موضوع خط دیورند، استقلال افغانستان و وحدت ملی را پشت سر بزند. من مخالف نظام فعلی افغانستان نیستم و نه فکر آن را دارم که دوباره رئیس جمهور افغانستان شوم. من همواره در سخنان خود گفتم که همکار حکومت وحدت ملی هستم و در صورتی که رهبران حکومت به من نیاز داشته باشند برای آنان مشوره خواهم داد، اما در صورتی که حکومت وحدت ملی برخلاف منافع ملی عمل کند مخالف آنان خواهم شد. نگرانی ها که منجر به توقف کار حکومت وحدت ملی گردیده است، نداشتن یک برنامه و استراتژی موفق برای مدیریت جامعه مانند افغانستان بوده. تعداد از رهبران حکومت وحدت ملی مذعن هستند که حکومت وحدت ملی کارایی چندان ندارد. همزمان با این برخی آگاهان تأکید دارند به دلیل این که آقای کرزی مخالف کشورهای غربی بوده، آنان بیشتر تلاش دارند تا رهبران حکومت وحدت ملی را برخلاف او بسازند.